صبحتان بخیر، بیننده ساعت سوم برنامه صبح و زندگی هستین و خدا کنه از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین واقعا براتون خوش گذشته باشه و تا این لحظه بهترین صبح را در کنار ما تجربه کرده باشین. یکی از سینماگران عزیز ما از ولایت هرات همین لحظه مهمان برنامه صبح و زندگی هستن، بانو شگوفه مرتضوی، و میخوایم صحبتای داشته باشیم از دنیای سینما، یکی از چه زمانی آغاز کردن، در کدام سریال ها، در کدام فیلم ها نقش داشتن و همه که برمیگره از دنیای سینما که بر ما و شما معلومات خوبی را در این لحظات می داشته باشه. شکوفه جان خودت خوش آمدید میگم به صبح و زندگی. سلامت باشین، تشکر و تشکر از اینکه من مهمان کردین. سلامت، تشکر از حضور شما هم. از ولایت هرات آمدین از راه بسیار دور ماندای سفر. سلامت باشین، تشکر. قربانتان. شکوفه جان، در رابطه با دنیای سینما میخواییم از زبان شما بیشتر بشنیم. شکوفه از چه زمانی شروع کرده و خودش چگونه در دنیای سینما پیدا کرده؟ فکر کنم 16 سالگی بود که شروع به کار کردم. کار از تئاتر شروع کردم. بازی در تئاتر یک نمایش خورده بود، با آقای سرخوش کار کردم، کار خوش شروع کردم. باز کم کم روی آوردم به سینما و اولین فیلمی که من کار کردم نقش مرکزی داشتم، فیلم عکس یادگاری بود. عکس یادگاری نقش مرکزی داشت. بله، نقش مرکزی. اولین فیلمی که شما کار کرده بودین. خب به عنوان اولین فیلمی که شما کار کردین چگونه بود براتون؟ وقتی که از تئاتر وارد سینما شدین، وقتی که شروع کردین؟ اولین کار سینمایی من بود، چون من تجربه هم نداشتم. خوب بود، اما خیلی خودم راضی نیستم از نقش بازی کردم. ولی امروز که میبینی اون فیلم اونقدر راضی نبوده از کار. اگر حالا گو فیلم دوباره شد کنن و هم کار کنم، خیلی عالی تر کار میکنم. بسیار خوب. و فیلم بعدی هایی که خود به اون نقش داشتی، نقش مرکزی بوده یا فرعی بوده و سریال که خود کار کردی؟ سه فیلم دیگه نقش داشتم. اونا خیلی رو بازار نیامد و چون داستان های نکمی چیز بود اونا خیلی یاد منی. یکی اغلب سیاه بود، نقش کوتاهی داشتم. یکی قسم بود، دو تا دیگه، یکی دیگه اسم یاد منیست. و سه تا سریال کار کردم، یکی facebook.com زبان زرگری و کلکشیشم کمی اواخر به هرات نشر شد از تلویزیون محلی. زبان زرگری هم که از آریانا نشر شد. فکر کنم یک سال پیش بود. بله، نشر شد. شما هم به اون نقش داشتید. بله. من میگم چهره تان خیلی برام آشناست. آفرین به شما که تانستین در این عرصه پیشگام باشین، خوب درخشیدین و شاهد عزیزی هم هستیم که در بسیار از سریال ها و فیلم ها هم کار کردین. کدام فیلمی که شما کار کرده باشین به جشنواره خارجی هم به نمایش گذاشته شده؟ همین فیلم عکس یادگاری بود. به آلمان یک جشنواره فیلم های افغانی برگزار شده بود. باز کاندید شده بود فیلم که از بین اون همه از فیلم عکس یادگاری من بهترین بازیگر زن انتخاب شده. بسیار عالی، تبریک باشه براتون. اون وقت ما نبودیم تبریک بودیم، عالی براتون تبریک میدیم. مشکل ندارم، اون وقتم که ما آمده بودم هوارده هور بگیرم باز تلویزیون آریانا مرد دعوت کردم. خب بسیار خب، بازم تبریکتان باشه. میشه در این فیلم عکس یادگاری جالب ترین خاطره ای که داشتی که تا به امروز هم فراموش شد نشده بر ما و بیننده بگویی؟ قسمتیه که من قبلا که به من تجاوز کرده بودن، بعد از او که او پسر آمدم رای من، مثلا داستان زندگی من فهمید، من برای گفتم که برای من تجاوز کردن، من میخوایم خود خور بکشم. بازم میگه نه این کار نکن، من خودتو ازدواج میکنم. ما نامزد میشیم اما فامیل ما خب قضیه رو نمیفهمن، خبر ندارن. باز یه قسمت فیلم فامیل ما خبر میشن که من باردار هستم. وقتی پدر ما خبر میشه میاد خونه، همون صحنه بوده که اینا میخواستن من تمثیلی بزنن اما نشد. واقعا من با کمربند پدر مزد. او صحنه خیلی برای من جالبه، چون بعد از او که او صحنه تمام شد من یک ساعت بعدی هم ششته بودم پشت صحنه گریه میکردم، اصلا نمیتونستم چوب باشم. او هیچ وقت فراموش نمیکنه او صحنه. واقعا دیگه یعنی سریال زبان زرگری خیلی یک سریال جالب بود، دیدنی بود، خیلی جالب بود. پیشتر هم از شکوفه پرسان کردم در سریال زبان زرگری خود کار کردی، زبان زرگری هم بلدیت داری؟ یعنی گفت نه والله یاد ندارم، بسیار مشکل است. خب شکوفه جان، بیا در رابطه با کارهای نو و سریالهای نو که خود او کار کردی برای ما بگو. چند سریال است، چه قرار است برای ما داشته باشی در دنیای سینما؟ کار آخر ما از پارسال بود، کلکشیشم یک سریال بود. من با او یک نقش کوتاهی سم گرفتم، کم کار کردم چون یک مصروفیت دیگه داشتم، دیگه جا کار میکردم، نشد زیاد سم بگیرم. نقش خانم خانه داشتم که انباق داشتم، باز شوهر خود خیلی اذیت میکردی. چرا قم اذیت میکردین؟
دیگه پاش گوش نمیدادین. حالا که موادای نیست، یک قسمت میگم برای شما که ما دو منزله داریم، خانم بزرگ بالا است، خانم کوچیک. اون جنجالای انباقا که هست که باز ما نوبت میگذاریم، شوهر ما میاد در میزنه، او میگه نوبت من نیست، او میگه نوبت من نیست، آخر شوهر ما پشت در میمونه. موادای نیست بگه من. خب شما نشر میکردین میدیدم. بسیار خوب. سریال شش کلک. کلک ششم. کلک ششم. بسیار جالب است. بسیار جالب. نامش بسیار جالب است برای من. و خوب شد که خودت به درستی برام گفتی. یکی از دیالوگایت که در چند مدت چند سال که در سینما کار میکنی خیلی دیالوگ برای جالب باشه، خیلی مثلا به زبان مردم افتیده باشه و در شهر و بازار هر جایی که میری برات گفته باشه، کدام دیالوگ بوده؟ از سریال زبان زرگری هم قسمتی که من میگم که من عاشق کریستیان استم. او خیلی زیاد هر جایی که من میبینن امور میگن. اسمم هم مونیکا بود. من بیشتر با ویسم صدا میکنن مونیکا مونیکا. اصلا اسم خودم فراموش میشه گاهی وقتا. با همون اسم که من صدا میکنم مجبور نگاه کنم طرف اینا که چی میگن اینا. اما دیالوگو پس اصلا برامو میگی؟ او دیالوگ کاملا به یاد ندارم. کمش؟ کمش است که من قسمت میگم که کریستیانو رونالدو اگه بیای اینجا یا که ما با هم ازدواج کنیم، همین قصر هست. کاملا یاد منیه. باز همون خیلی مردم روی بس میکنن، گپ میزنن یا کمر میبینن. مثل که دمون نقش گفته باشی، اونمو حسه بگیر. فکر کن که همین لحظه عاشق کریستیانو رونالدو هستی و چی رقم میخوای ابراز علاقه برش داشته باشی. همین قسمتی که میگم که برای خواهر خود میگم که تو فکری بکن کریستیان رونالدو بیایه و بشه ما با هم ازدواج کنیم، بشه شما نمیفهمم شوهر خواهر چی میگه یازنه تو بشه. شوهر خواهر شوهر میگن ننو، باز شوهر خواهر میگن یازنه. کلا من به اون سریال نقش یک دختر خیالی دارم، یعنی خیلی خیالات میبافم برای خیالاتی. یا اون همچه خیالاتی که هیچ وقت نمیشه با اون خیالات رسید. واقعا زیبا نقشتان رو بسیار عالی کار کردیم و من هم شاهد بسیار از سریال هایی که شما کار کردیم بودم و بازم تبریک میگم به خاطر اون جشنواره که فیلم که شما اشتراک کرده بودین، ده او فیلم عکس یادگاری دیگه اونجا دیگه این فیلم برنامه‌اش گذاشته شده بود و شگفت جان دیگه با من بهترین زن بازیگر انتخاب شده بودن. خب در رابطه با وضعیت سینما در ولایت هرات بر ما که میگه شکوفه جان در اونجا چگونه هست؟ در کابل خود قدر رونق از خود نداره و قدر دیگه علاقه مندی مردم نشان نمیده. وقتی به مرکز خوب نباشه، خب بفهمین که به ولایت خیلی بدتره. عمده ترین مشکل ما به سینما نبود سینما هست. ما سینما نداریم. وقتی اگر یک کار سینمایی فیلم یا سریالی میسازیم برای افتتاح از او خیلی مشکل داریم. باز نشری که اصلا باشه ما نمیتونیم اول به نمایش بگذاریم چون سالون نداریم. بارها برای ما قول دادن که برای ما یک زمین بدن و اسپانسرشن جور کنن، هیچ اقدامی نکردن. یک سالون تئاتری هم داشتیم که او رو هم خراب کردن، برای فعلا هیچ چیز نداریم. چرا جلوگیری نکردین که مثلا نباید خراب کردن؟ هر کاری از دست ما برمیومد کردیم. دیگه نه ولایت اقدام کرد، نه هیچی. شهرولی هم آمد خراب کرد. برای فعلا همون زمینی هم که همون تعمیری هم که خراب کردن، اون زمین همون تو افتاده است، دست نزدن. یعنی خب مسئولین هیچ رسیدگی نمی کنن. ما به ایراد خیلی مشکل داریم در عرصه سینما و تئاتر. متاسفانه خدا کنه که مشکلات سینماگران عزیز ما هم حل شود، رفع گرده، تا که بتونن اینا بهتر وارد دنیای سینما شوند و مو اسیر بودن فرهنگ افغانی را بتونن از طریق فیلم ها و سریال ها و دیگران به نمایش بگذارن. شگفت جان، اکثر کسا رو ما شاهد هستیم که در سینما کار میکنن یا کدام آوازخانی که وقتی که وارد شهر و بازار میشه بعضی کسا یک چشم و یک دید دیگه طرفشون داره. برخورد مردم همراه خود چی بوده؟ چشم دید خود در جامعه چی بوده؟ بستگی داره که در چه سطحی کجا باشی و فرهنگ از اونها به چه سطحی باشه. من خود مداخل هرات وقتی مثلا یک قسمتی میرم که سطح فرهنگ اینا بالاتره، خیلی من تشویق میکنن، خیلی خوشحال میشن من میبینن، با من یک رویه خوبی دارن. اما بعضی قسمت های شهر هرات که میرم واقعا یک دید بدی دارن، باز مخصوصا دخترها و خانمایی که به سریالا کار به سینما کار میکنن، دید بدی دارن، فکر بدی در مورد از اونا دارن و به یک دید متنفرانه طرف ما نگاه میکنن و خیلی خوب نیست.
ما مشکلات زیادی داریم. شاید به خاطر همین که وقتی که بیرون میریم دید بد مردم رو میبینیم، گپای بد مردم رو میشنویم، شاید حتی حاضر نباشیم از خانه بریم بیرون تا که مجبور نباشیم. من خودم خیلی بیرون نمیشم. وقتی هم که بیرون میشم کوشش میکنم پیاده نباشم یا تنها نباشم، چون خود خور امن حس نمیکنم. بله راست میگی. به خاطر همیشه همراه من هستن یا که پیاده نمیرم، همیشه با موتوری برم. راست میگیر، متاسفانه دیگه اینمی هست در جامعه ما دیده میشه و بعضی آزار و اذیت ها که اکثر از خانم ها دوچار از این آزار و اذیت ها هستن، بعضی گپ های ناپسندی که از بعضی از افراد دیگه به او اشخاص گفته میشه و بخصوص خانم هایی که در عرصه سینما کار میکنن، خانم هایی که همیشه در رسانه ها هستن و بسیار از موارد که واقعا خانم ها دیگه تحت تمسخر قرار میگیرن. به نظر خودت کاری که مثلا خودت انجام میدی یا من انجام میدم بد میباشه این کار ما؟ کار ما که کار سینما کار بدی نیست. خوب هست، هر جا خانوما باید حضور داشته باشن. حالا فکر کنم در بخش خود امنیت و پلیس و اینا، بله، اگر خانوما نرن نقش نگیرن، خب ما مسلمان هستیم، به مرد اجازه میدیم بیای ما رو چک بکنه؟ خب وقتی که داخل سینما هم ما میایم مثلا یک فامیل نشون میدیم، یک داستان میسازیم که او فامیل داره، خب ما خانه میشه که او مرد کار کنه بعد اسم خانم بیارنه. وقتی خانم حضور داشته باشه واقعا میشه که همون فرهنگ سازی بشه. بله. اما متاسفانه هرچی ما کوشش میکنیم، مخصوصا به هرات، تا حالا برای خیلی عادی نشده و نتونستن، مثلا نشده سطح فرهنگی اینا بره بالا و این قبول داشته باشن که خانوما به هر عرصه‌ای که خانوما میرن فعالیت دارن و کار میکنن، مردم قبول ندارن و به دید بد نگاه میکنن. ما تنها نمیتونیم سینما رو بگیم، خود رسانه ها، خبرنگارا، دختر خانوما، پلیس، هر جایی که خانم حضور دارن، اونا و خانم به چشم بد میبینن. بله متاسفانه. خدا کنه که این فرهنگی که همیشه خانم رو به چشم بد میبینه کاملا از بین بره و خانم ها جایگاه اصلی خودشان رو بتونن در جامعه پیدا کنن. نزدیکی فرهنگ با سینما چگونه هست؟ یعنی سینما چقدر میتونه در قسمت ترویج و پررنگ ساختن فرهنگ اصیل در افغانستان نقش خوبش انجام خیلی بتا. تاثیر زیادی داره. خب چون ما همو چیزی که هست از جامعه خود خود میگیریم و به تصویر میکشیم، اما متاسفانه رسانه ها با نشر سریال های خارجی مثلا ترکی و هندی و اینا، فرهنگ اصلا نمیگذارن که فرهنگ خود ما جا بفته و مردم با فرهنگ خود ما بیشتر آشنا باشن. این عمده ترین مشکلیه که ما داریم متاسفانه. چنین مشکلات هست. بازم به هر صورت دیگه خدا کنه شما در کارهایتان موفق باشین، از طریق سینما بتانین اصیل بودن فرهنگ خود ما را براخ جهانیان بکشین. طوری که اولین فیلمی که شما کار کردین تانست در کشوری که اونجا جشنواره برگزار شده بود مقام اول بگیره، از این به بعد هم ما میتانیم با این قدر مشکلاتی که هست مشکلات پس بزنیم و به همون بلندهایی که میخواییم برسیم. میخواییم کمی در رابطه به این بگوییم که وقتی که یک نفر یک رشته انتخاب میکنن، یک جایی وارد یک عرصه کار بسیار مهم میشه، بخصوص سینما که انجام دادنش واقعا مشکل است، او هم به خانم که در افغانستان با این امکانات نمیتونه پیش بره، الگوی خود چی بوده در این راستا؟ کی رو الگو قرار دادی؟ انگیزه که خواستی به سینما بیای چی بوده؟ خب من نمیخوام مثل بقیه خواننده یا بازیگر هستن که میگن من از خورده که علاقه داشتم نمیگم نمیگم. من خودم وقتی که طالب رفته بودن، نمیفهم چند سال تیر شده بود، باز اونجی ما یک تلویزیون ملی داشتیم، تلویزیون هرات، نمایش های کوتاهی نشر میکرد از تئاتر. اونا کم کم نشر میشد و خیلی مشهور شده بود. یک خانمی آمد کار کرد، من اون کار ازور دیدم، بعد از او علاقه من شدم. گفتم وقت خانم ها میتونن کار کنن، پس من میتونم برم که کار پیش ببرم. از او به بعد بود که من علاقه من شدم. باز یک فیلمی آقای عظیمی ساخته بودن به اسم سرنوشت، اونجا یک خانم دیگه به سن بالا بود، آمده بود یک نقش کوتاهی کار کرده بود. باز او که دیدم بیشتر علاقه من شدم و این شد که من رفتم به تئاتر و کار خور شروع کردم. حالا به نظر تئاتر زیاد مشکل است یا کار در سینما زیاد مشکل است؟ مثلا نقشایی که در سریال ها و فیلم ها داشته باشیم تئاتر مشکل تر هستن و فکر نمیکنی اون تئاتر کمک کرده که امروز راحت تر بتانی در سینما حضور پیدا کنی؟ خب من قبول دارم، خیلی کمک میکنه. من کار خود از تئاتر شروع کردم و تئاتر خیلی دوست دارم، عاشق از اونم که همیشه روی صحنه تئاتر نقش بازی کنم. سلامت باشی بانو شگوفه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی و از راه بسیار دور رسیدی آمدی به کابل عزیز ما. خدا کنه بر تو امروز هم خوش گذشته باشه و از برنامه خاطره خوبی داشته باشی. پیام کوتاه میخواییم از خودت بشنویم، از دنیای سینما چه گفتنی داری و گفتنی که اگر باقی مانده باشه. گفتنی خاصی ندارم، امیدوار هستم که مسئولین به مشکلات ما رسیدگی کنن و ما به زودی یک سالن
یک سینما داشته باشیم به ایراد. سلامت باشین. تشکر از حضورتان. وقت خوش براتون. سلامت باشین. تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین. اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین، پس اینجا را کلیک نمایین. اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین، پس اینجا را کلیک نمایین. و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین، پس همین لحظه سابسکرایب کنین.